استفان دیمیستوران نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه روز یکشنبه در دمشق تهی را پیشنهاد کرد که بر اساس آن شورشیان از شهر حلب خارج شوند اما دولت سوریه بپذیرد که دولت محلی شرق حلب کنترل این بخش را در دست داشته باشد طرحی که دولت سوریه آن را رد کرد ولید معلم وزیر خارجه سوریه در سخنانی گفت تطلاقن. به هیچ وجه قابل قبول نیست که ما 275 هزار نفر از مردممان را در گروگان 6 تا 7 هزار مرد مسلح رها کنیم. هیچ دولتی در جهان وجود ندارد که این مسئله را بپذیرد. مسلح. ما فی حکومه بالعالم تسمح بذالك. روز یک شنبه شورشیان مخالف دولت یک مدرسه را در غرب حلب که در کنترل نیروهای دولتی است مورد حمله قرار دادند که طی آن دست کم هشت کودک کشته شدند روز شنبه بخش شرقی حلب نیست که در کنترل مخالفان دولت است و از جمله یک بیمارستان مورد حمله موشکی قرار گرفت در این حمله شش نفر از اعضای یک خانواده کشته شدند. در شش روز گذشته حدود دویست و چهل نفر در اثر بمباران در شهر حلب کشته شدند.